پس از شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در منزلش از سوی یک تبعی پاکستانی و نسبت دادن آن از سوی حکومت افغانستان به سازمان جاسوسی پاکستان روابط میان دو کشور به تیرگی گرایید و آمریکا نیز اسلام آباد را به پشتیبانی از شبکه تروریستی حقانی متهم کرده خواهان اقدامات جدی این کشور بر ضد هراس افغانی شد. با این وجود مارک گروسمن نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان پس از این تنش‌ها وارد کابل شده است. از سوی هم رئیس جمهور کرزای در دیدارش با آقای گروسمن گفت پس از این مردم افغانستان تحمل بیشتر خشونت و قتل‌های زنجیره‌ای را ندارند و باید هر گونه دیدار و گفتگو با پاکستان و جناح‌های دیگر نتایج مثبت را به همراه داشته باشد. دیدار و گفتگوها با پاکستان و دیگر جناح‌ها باید نتیجه مثبت در پی داشته باشد، زیرا مردم افغانستان بیشتر از این تحمل چنین خشونت، حملات انتحاری و ترورها را ندارند. از سوی هم نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید رخدادهای دلخراش اخیر که در این کشور به وقوع پیوست سبب نگرانی آمریکا نیز بوده و موضع‌گیری‌های اخیر حکومت افغانستان برای آمریکا قابل درک است. حوادث دلخراش اخیر در افغانستان مایه نگرانی ما نیز می باشد و ما موضوع گیری های شما را برای تامین امنیت در کشورتان درک می کنیم. دولت آمریکا تلاش هایش را برای برداشتن گام های عملی پاکستان در امر مبارزه جدی علیه تروریسم انجام داده و فشارها برای این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی نمایندگان مجلس بزرگان نسبت به افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان به دیده شک می نگرند. آمریکا در اغلب موارد امور افغانستان یک سیاست دوگانه را بازی میکنه و این طرف پاکستانی ها را حمایه میکنه و این طرف افغانستان را حمایه میکنه و سیاستش همیشه دوگانه بوده. و امریکا کار میخواه بکنه در رابطه با افغانستان و پاکستان یک حالت تعادل احس بکنه. ایس کلا امریکا پاکستان لاس نور کی پاکستان ده دیر خمل گره ده پر منطقه کی او که چیر ده پا امریکا او غالی چی پا آسیای میانه که په دې هیوادونو کې خپل سلطه حاکمه کې خپل اهداف لاسته راوړي نو هغه د پاکستان د طریقې کولای شي چې لاسته راوړي. این در حالی است که پس از حملات راکتی افراد وابسته به شبکه حقانی بر سفارت آمریکا و مرکز ناتو در کابل، مقامات آمریکایی همواره از تشدید فشارهای بیشتر بالای پاکستان سخن گفته، اما در این اواخر آهسته آهسته از موقف گیری های پیشین خود تا اندازه برگشتند.